سوگند خون همراهان، سوگند عشق مادران، هرگز به جیبشان نمیرد فریاد جاودان ما. ما سیل خون آبان با بی‌عدالتی عجیب، درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. از تهران خبر می‌رسد که در یک نامه محرمانه فوری ارسال شده از سوی رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهور به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید شده است که وزارت کشور باید با همکاری واحدهای امنیتی مانند واجا، ناجا و اطلاعات سپاه مسئولیت جمع‌آوری و نگهداری افرادی که ممکن است در اغتشاش‌های احتمالی به ادبیات حکومتی البته نقش داشته باشند را بر عهده بگیرد. این نامه که در تاریخ 25 اردیبهشت 1402 ارسال شده است بیان می‌کند که باید از تشکیل هسته‌های اولیه معترضان در هر شهر و بخشی از کشور جلوگیری شود و همچنین تعزیرات حکومتی موظف شدند که هر دو ساعت یک بار اقدامات خود را گزارش دهند. متن دقیق نامه همانطور که آن را در تصویر نیز مشاهده می کنید از این قرار است: 25 مرداد 1402، نامه خیلی محرمانه و فوری، رئیس دفتر معاون اول ابراهیم رئیسی به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، موضوع جلسه مصوبات مهم امنیتی. حسب نظر جناب آقای دکتر مخبر معاون اول رئیس جمهور، وزارت کشور مسئله جمع‌آوری و نگهداری اراذل و اوباش تأثیرگذار در حرکت‌های احتمالی اغتشاشگران را با کمک واجا، ناجا و اطلاعات سپاه در دستور کار قرار داده است و سریعاً اقدام و نتیجه را به ریاست جمهور و معاونان اول رئیس جمهوری گزارش نمایند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با محوریت وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور برنامه ریزی کنند که در هیچ شهر و بخش از کشور هسته های اولیه معترضان برای تجمع که منجر به اغتشاش به بهانه های مختلف می شود شکل نگیرد. مقرر گردید تعزیرات حکومتی در این رابطه هر دو ساعت یک بار اقدامات خود را به دبیرخانه قرارگاه تنظیم منعکس کنند تا در اختیار معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما و معاون اطلاعات سپاه قرار بگیرد. با توجه به اسنادی که جدیداً منتشر شده است و با توجه به دستورهای جدید حکومتی، به نظر می‌رسد که رژیم جمهوری اسلامی به طرز غیر قابل وصفی نگران اعتراضات اخیر است. بسیاری از سران رژیم و حتی نمایندگان مجلس گفتند که اگر این بار مردم به خیابان‌ها بیایند، قطعاً کار ما یکسره خواهد بود. در همین حال رژیم کمیته را راه اندازی کرده است تحت عنوان کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال 1401 که با صدور بیانیه ای از راه اندازی یک سامانه اینترنتی برای ثبت شکایت و یا ارسال گزارش درباره اعتراضات خبر داده است. بسیاری از کاربران با واکنش به این اقدام حکومت گفتند که هم سرکوب می کنند هم سامانه راه اندازی می کنند. اینها دیگر چه بی حیاها و بی شرم هایی هستند. گفتنی است که طی اعتراضات یک سال اخیر که از شبهای 23 و 24 شهریور که خبرهای دستگیری مهسا امینی و به کما رفتن وی به دلیل ضرب و جرح توسط ماموران گشت ارشاد منتشر می شد و در پی جان باختن وی، اعتراضات انقلابی به سرعت به سراسر کشور گسترش یافت و نیروهای سرکوبگر و وحوش علی خامنه ای برای توقف اعتراضات از هر نوع سلاح سرد و گرم که توانستند استفاده کردند. در جریان این دور از اعتراضات بیش از 600 معترض از جمله 71 کودک کشته شدند. مقامات رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت کشته شدن هیچ یک از معترضان را نپذیرفتند و علت مرگ برخی از آنها را مواردی از جمله بیماری زمینه‌ای، سکته، ترس و خودکشی اعلام کردند. ده ها معترض دیگر نیز به دلیل اصابت گلوله ساچمه‌ای به بدنشان مجروح شدند، چند معترض به کما رفته و آسیب مغزی شدید دیدند،
ده ها شهروند از ناحیه چشم هدف گلوله قرار گرفتند و یک یا هر دو چشم آنها نابینا شده است. علاوه بر این بیش از 20 هزار نفر در جریان اعتراضات بازداشت شدند که در این میان برای بیش از 40 نفر اتهامات سنگین محاربه، فساد فی الارض و بغی صادر و به اعدام محکوم یا در انتظار صدور حکم در بیدادگاه های جمهوری اسلامی هستند. 4 شهروند معترض جوان، محسن شکچکاری، مجید رضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد یا کیان حسینی که به اعدام محکوم شده بودند به دار آویخته شدند و ده ها معترض همچنان در خطر اعدام قرار دارند. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، اسفند ماه گذشته در گزارشی مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران با تمرکز بر سرکوب گسترده شهروندان در جنبش اعتراضی اخیر به موارد مختلف سرکوب وحشیانه از قتل شهروندان در جریان اعتراضات خیابانی تا بازداشت و اجرای احکام سنگین پرداخته و اعلام کرده، این همه میتواند مصداق جرائم بین المللی باشد و رژیم جمهوری اسلامی و عوامل آن از صدر تا ذیل میتوانند به این دلایل دادگاهی شوند. وضعیت غیر انسانی و غیر بهداشتی بازداشتگاه‌ها، شکنجه و رفتاری و آزار جنسی شهروندان بازداشت شده، اختلالات گسترده در اینترنت و فیلترینگ پلتفرم‌های اجتماعی، آزار و ارعاب خانواده جانباختگان اعتراضات، محاکمه ناعادلانه شهروندان در بیدادگاه‌های انقلاب، صدور و اجرای احکام اعدام، اخذ اعترافات اجباری از بازداشت شدگان از جمله موارد نقض حقوق بشر است که در این گزارش به آنها اشاره شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز اوایل اردیبهشت امسال در گزارشی با عنوان ایران نیروهای امنیتی کودکان را میکشند، شکنجه میکنند و معترضان جوان به طور غیر قانونی بازداشت میشوند، به سرکوب سازمان یافته کودکان در اعتراضات سال گذشته پرداخت. در این گزارش تکان دهنده که به صورت تحقیقی از جمله گفتگو با نزدیکان و اعضای خانواده کودکان سرکوب شده تنظیم شده بود، آزارها علیه 11 کودک بین سپتامبر 2022 و فوریه 2023، یعنی شهریور تا بهمن 1401، مورد تحقیق قرار گرفت و جزئیات جدیدی از پرونده‌های گزارش شده مستند شد. سازمان دیدبان حقوق بشر تأکید کرده است که مقامات رژیم جمهوری اسلامی برخلاف حفاظت‌های حقوقی کودکان را تحت بازداشت، بازجویی و پیگرد قرار دادند و قضات خانواده کودکان را از بکارگیری وکلای منتخب خود برای دفاع از آنها بازداشتند. کودکان را با اتهامات مبهم محکوم کردند و آنها را خارج از دادگاه‌های نوجوانان مورد محاکمه قرار دادند که اختیار منحصر به فرد قضایی در حوزه کودکان را دارا هستند. این گزارش افزوده که نیروهای امنیتی کودکان را بدون اطلاع به خانواده‌شان دستگیر کردند و بعضن برای هفته ها در بازداشتگاه نگه داشتند. دانش آموزان آزاد شده از بازداشت از بازگشت به مدرسه منع شدند یا مقامات پوشش حمایت اجتماعی خانواده هایشان را قطع کردند که منجر به اشتغال کودکان و کودکان کار شده است. همچنین طی یک سال گذشته گزارش های فراوانی از ایجاد مسمومیت در میان کودکان و به ویژه دانش آموزان دختر ارائه شده است، مواردی که همه و همه تنها نشان از سرکوبگری، جنایت و وحشیگری عوامل علی خامنه‌ای دارد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال، با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.